دوستان سلام امیدوارم حالتون خوب باشه رضا نظر هستم از کانال یوتیوب پویوت اکادمی در خدمتتونم قبل از شروع ویدیو ازتون درخواست میکنم لطفا اگر ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید ویدیو رو اگر در کانال سابسکرایب نکنید سابسکرایب کنید اون زنگوله نوتیفیکیشن هم خیلی مهمه اگر بزنید ویدیوهای جدید من براتون اعلانش میاد و از دست نخواهید داد خب بریم سراغ کارمون Uh, تو این جلسه ویدیویی میخوام در ارتباط با تنظیمات اشکال صحبت کنم شکل ها و شیپ هامون رو در ویدیو قبلی باشون با آشنا شدیم میدونید که میتونیم شکل های مختلفی رو رسم کنیم ترسیم کنیم هیچ فرق نمیکنه ولی یک سری تنظیمات هم دارن که در این درس میخوایم بریم سراغشون رو باشون آشنا بشیم اجازه بدین من برم سراغ همون گزینه پالیگانی که الان داشتم یا استارتول فرق نمیکنه پالیگان رو انتخاب کنم این دوتا گزینه پالیگان و استارتول به هم مربوط میشن در تنظیمات دلیلش رو الان بهتون میگم از یه جایی در صفحه شروع میکنم به ترسیم شکلم فرق نمیکنه به این اندازه مثلا خوبه با سلکشن تول جابجاش میکنم میارم میذارمش وسط اینجا ببینیم کار رو خب در پایین در تایم لاین بخش سمت چپ لایم رو دارم میبینم لایه شیپی که به وجود میاد یک لایه عمومی الان اگر من شیپ های دیگه ای رو هم به وجود بیارم اگر این گزینه انتخاب شده باشه دیگر شیپ ها رو هم در همین راستا زیر گروه این به وجود میاره گزینه اول در بخش کانتنتش همین پالی استاری هستش که من به وجود آوردم یعنی هم پالیگان هم تو چرا به خاطر اینکه در زیر مجموعش میتونیم این رو تغییر بدیم اجازه بدین زمانی که کانتنت رو باز کردیم خود پالی استار رو هم باز کنیم مواردی که اینجا هستن به نمایش در میان من اگر بیام روی گزینه هایی که اینجا هستن کلیک کنم میتونم تغییراتی به وجود بیارم دوستان عزیز مثلا میتونم بیام فیل رو عوض کنم رنگ رو اینجا عوض کنم یه رنگی رو قرار بدیم مثلا کالر داج یا لینیر داج یا اوورلی یا موارد این چنینی که در ارتباط با اینها صحبت خواهم کرد دقیقا همون گزینه های بخش بلندینگ مود در فتوشاپ و ایلاستریتر هستش در پریمیر هم باهاش کار کردیم اینجا هم همه این ها رو داریم که بعدا سراغش میریم ازش استفاده میکنیم یا مواردی که مربوط به استروک و اینجور موارد هستن که در ارتباط با صحبت خواهم کرد چیزی که الان میخوام بهتون بگم اینه که اگر حالا که کانتنت و پلی رو باز کردیم گزینه پلی استار پس رو هم انتخاب کنیم بازش کنیم فلش رو بزنم باز بشه یه سری آپشن ها اینجا داریم در بخش تایپ من اگر روی پالیگان کلیک کنم دو تا گزینه نشونم میده یکی پالیگان یکی استار اجازه بدید من یه زوم اوت داشته باشم بعد روی دکمه استار کلیک کنم ببینید پالیگان رو برای من تبدیل به استار کرد واسه همینه که اسمش رو گذاشتم پالی استار پس من میتونم یا ستاره انتخاب کنم یا حالت پالیگان رو بعد در قسمت پوینت این پایین که دارید میبینید میتونم تعداد نقاطش رو مشخص کنم تو از رو مشخص کنم مثلا اگر من اینجا به جای پنج بنویسم هشت دکمه اینتر رو بزنم هشت تا زل خواهم دید قاعدتا ولی اگر دوباره برگردیم سراغ ستارتول چه اتفاقی میفته تعداد پره های ستاره هم به هشتا تبدیل شد یعنی اینجا شما یا میتونید اگر روی استار هستید این عدد پوینت در از تعداد پره های ستارتون رو بهتون نشون میده اگر روی حالت پالیگان هستید تعداد از لا رو گزینه پوینت بهتون نشون میده پس میتونید اینجا تغییراتتون رو اعمال کنید مثلا من اینو میتونم تبدیلش کنم به 6 که 6 زلی داشته باشم اگر تبدیلش کنیم به سار ستارمون 6 تا دا پره داره 1, 2, 3, 4, 5, 6 تا دقیقا پره پر اینجا میبینید خب بریم سراغ پالیگان دوباره پوزیشن رو میتونیم جابجا کنیم با گزینه پوزیشن در ما... موارد گذشته در ویدیو گذشته آشنا هستید جابجایی میتونیم باش به وجود بیاریم به این شکل میبینید در راستای x و y میتونیم جابجایی به, به, جا به وجود بیاریم اجازه بدین من این مورد رو از بین بردم بیایم یه بار دیگه به وجود بیاریم من یه کنترل z دادم اشتباها شیپم رو دوباره به وجود باید بیارم متاسفانه خب بیایم اینجا یه دونه شیپ دیگه به وجود بیاریم با همین مورد به این شکل من سریع جابجا جا کنم وقتتون رو نگیرم بیایم سراغ این دفعه دیگه پالیستار دو شد اسمش بیایم سراغ پس و تایپش که پالیگانه تعدادش هم پنج تاست بریم گزینه روتیشن خب روتیشن رو هم بهتون گفتم میتونیم کار رو بچرخونیم دوستان عزیز به این شکل که دارید میبینید چرخش به وجود بیاریم در قسمت روتیشن که اینجا میبینید اما گزینه اوتر چه کاری برای ما انجام میده ببینید من مقادیرش رو کم و زیاد میکنم ببینید باعث بزرگ شدن و کوچیکتر شدن کارم میشم در قسمت اوتر رادیوس در ارتباط با رادیوس ها باید بیشتر صحبت کنم در آینده یه گزینه مهمم اینجا داریم به اسم اوتر راوندنس راوندنس باعث میشه که این گوشه هایی که میبینید یه حالت نرمی درشون به وجود بیاد اگر من درصدش بیشتر کنم کارم نرمتر میشه دیگه تیزی اطراف کار رو نخواهم داد این قسمت ها دیگه تیز نیستن در گوشه ها همونطور که دارید میبینید پس من میتونم مقدارش رو مشخص کنم حتی دیگه زیادش کنم برعکس عمل میکنه میبینید کار رو فانتزی تر میکنه میزان افزایشش رو کامل میسپارم به خودتون خودتون هر حالتی مد نظرتونه با این میتونید به وجود بیارید اگر ستاره رو انتخاب کنم میبینید اطراف ستاره هم که قبلا تیزی وجود داشت در حالت صفر تیز بود من میتونم یه نرمی اطرافش ایجاد کنم یه حالت گل به خودش میگیره یه حالت ستاره نیست یه همچین کارهایی رو شما میتونید اینجا انجام بدین البته کنار همه اینا هم یه استاپ واچ وجود داره از همشون میتونیم استفاده کنیم بهشون انکر پوینت بدیم که مثلا با ببخشید بهشون کی فریم بدیم که از یک کی فریم تا یک کی فریم دیگه دوچار تغییرات بشن مثلا از حالت صفر این تیزی رو داشته باشیم در حالت مثلا صفر بعد بیایم یه دونه کی فریم جدید به وجود بیاریم مقدارش رو تغییر بدیم که یواش یواش این حالت از تیزی به حالت نرم شدگی در اطراف از گوشا به وجود بیاد و یه انیمیشن به این حالت به وجود بیاریم پس شما میتونید تمام این گزینه ها رو هم خودتون امتحان کنید و تغییرات رو به وجود بیارید حالا اجازه بدین من این موارد رو ببندم بریم سراغ دیگر آپشن ها خب بریم یه شیپ به وجود بیاریم یه شیپ دیگه به وجود بیاریم مثلا راوندد رو انتخاب کنم راوندد ریکتنگل رو انتخاب کنم یه دونه شیپ اینجا به وجود بیارم میبینید قسمت کانتنت ریکتنگل رو الان داره من میتونم بیام پس این مورد رو هم انتخاب کنم آپشن های این گزینه مطمئنا از گزینه پالیستار کمتره دوستان عزیزم به خاطر اینکه دیگه نمیخوایم سری تغییرات بدیم مثلا تعداد پره و اینجور مسائل نداره که مشخص بشه بنابراین اینجا سایز رو داریم پوزیشن رو داریم راوندس رو داریم که میتونیم میزان نرم شدگی گوشه ها رو انتخاب کنیم کم و زیادشون کنیم همونطور که میبینید در صفحه داره کمتر و بیشتر میشه پس شما میتونید از آپشن های مختلف این گزینه ها استفاده کنید اجازه بدید من یه مورد رو پاکش کنم اینو حذفش کنم مثلا نیازی نداریم بهش اینو جل دستمون بازتر بشه بریم سراغ گزینه های و فیل وان در ارتباط با این مسائل صحبت کنم دوستان عزیزم چرا که نه میخواستم بسپرمشون به آینده چرا بزنیم برای آینده همین الان بهتون میگم چه کاربردی دارن گزینه استروک رو اگر من باز کنم دوستان عزیز نیاز داریم البته به یک استروک در اطراف کارمون یک سری خط پیرامون، پیرامونی در اطراف کارمون که بتونیم یک سری تغییرات هم اینجا بدیم برای انجام این کار بذارید مثلا همین موردی که من دارم بیام بالا براش استروک مشخص کنم یه استروک به رنگ مثلا سفید براش مشخص کنم و یه مقدارم سایز استروکم رو میتونم بیشتر کنم شما فعلا ببینیدش. اینجا رنگ سفید رو در اطراف کار خواهید دید. اگر کلیک کنم این یه حاشیه سفیدم در اطراف کار داریم. دوباره کلیک میکنم این گزینه رو انتخاب میکنم. ببینید رنگ استروکمون رو در قسمت استروکمون میتونیم عوض کنیم در بخش کالر این قابلیت وجود داره که اگر من اینجا کلیک کنم رنگ رو عوض کنم. کلیک کردم گزینه کالر برای من به نمایش در اومد ببینید هر رنگی رو اینجا انتخاب کنم رنگ استروک هم بر حسب اون تغییر میکنه دوستان عزیزم میتونم یه رنگ دیگه ای رو براش انتخاب کنم اپاسیتی رو اگر کم و زیاد کنم شفافیت این محیط اطراف همین, اوپاسی... همین هم کم و زیاد میشه اگر یه لایه بکراند داشته باشیم با کم کردن اپاسیتی این استروک اون لایه بک‌گراند زیرش به نمایش در میاد یا با به نمایش در میاد. پس من میتونم اپاسیتی رو کم و زیادش کنم صد آخرشه. میتونم استروکم رو سایزش رو اینجا کم و زیاد کنم. من میتونم اینجا استروک رو بیشتر رو کمتر کنم همون کاری که اون بالا هم میتونستم انجام بدم در قسمت آپشن های این گزینه و یک سری گزینه های دیگه هم که اینجا هستن که میتونیم درشون کار کنیم هر کدوم از این موارد هم یه دون استاپ کنارشون هست که میتونیم بهشون انیمیشن بدیم یک سری مواردی هم که اینجا مثلا میبینید اگر میبینید من توضیح نمیدم به خاطر اینکه یا فعلا اهمیتی نداره توضیح دادنشون وقتمون رو میگیره یا اینکه خیلی گزینه خاصی نیست حالا بعدا میتونیم در پروژه اگر خواستیم استفاده کنیم حتما به تو توضیح بدم خیلی چیز عجیب غریبی نیستش مثلا بهتون بگم اگر بیام گزینه لاین جوین رو تغییر بدم اینجا مثلا گزینه مایتر یا میتر جوین رو در حالت عادی داریم روی راوند جوین اگر کلیک کنم این گوشه های داخلی کار این قسمت های داخلی کار قاعدتا تغییر میکنه مثلا بیویل رو اگر انتخاب کنیم میبینید این قسمت ها صاف شد میبینید این داخلی ها کارهای داخلیمون صاف شد اگر دوباره برش گردونم روی حالت اول گزینه اول رو انتخاب کنم تیزی به وجود میاد این داخل کارمون اینا تغییراتیه که اینجا میتونین به وجود بیارین در ارتباط با فیل هم باهاتون صحبت کنم خب فیل رنگ داخلیمون اگه من بازش کنم میتونم رنگ رو اینجا هم تغییر بدم مثلا رنگ ستاره که اینجا داریم رو عوضش کنیم به هر حالتی که میخوایم اپاسیتیش رو هم میتونیم کم و زیاد کنیم که شفافیت به وجود بیاد اگر یک لایه این زیر داریم اون لایه به نمایش در بیاد گزینه دیگه که اینجا داریم و خیلی مهمه گزینه کامپوزیتمونه در این بخش دارید میبینیدش اگر من کادر جلوش رو باز کنم دو تا حالت بیلو و ابا داره یکی این دستور رو میده که رنگ زیر استروک قرار بگیره یا رنگ رو روی استروک قرار بگیره میبینید استروک رو نصف کرد دیگه استروکمون بخشش داخل بود بخشیش خارج اگر این رنگ رو بذارم روی حالت ابا Uh, میاد رنگم روی استروک قرار میگیره بخشیش رو حذف میکنه خودتون بهتر متوجه میشید اگر کار کنید مطمئنا با این گزینه هم آشنا خواهی شد uh, و فیل رو هم اجازه بدین من ببندم گزینه بعدی که داریم ترانسفورم ولی اجازه بدین قبلش بریم سراغ استروکمون من روی خود استروک یک کلیک کنم چند تا آپشن اینجا هستن اینا رو هم بهتون توضیح بدم در ارتباط با استروک و فیل که الان صحبت کردیم uh, در بالا اگر من بیام جلوی رنگ اینجا رنگ رو میتونم انتخاب کنم دوستان عزیز کنارش میتونم استروک رو روی خود استروک کلیک کنم روی واژه استروکی که اینجاست و آپشن هاشو داشته باشم در ارتباط با این گزینه ها زمانی که به گریدینت و موارد دیگه برسیم باز هم صحبت خواهم کرد نگران نباشید فکر نکنید اگر مبحثی ای رو اینجا توضیح ندادم بعدا دیگه آموزش نمیدم حتما فعلا بهش نرسیدیم که توضیح نمیدم ولی خب یه توضیح کوچیک و اجمالی بدم در ارتباط با این گزینه اگر حالت نان رو انتخاب کنیم استروک از بین میره اگر گزینه سالید کالر رو انتخاب کنیم یک رنگ ثابت رو میتونیم به کارمون بدیم اگر گزینه گریدینت رو انتخاب کنیم میتونیم گریدینت به وجود بیاریم یک گرادیان به وجود بیاریم طیف رنگی از یک رنگ به رنگ دیگه رو به وجود بیاریم گزینه بعدی هم که اینجا داریم گزینه رادیال که این رو هم بعدا در ارتباط باز هم باهاش صحبت خواهم کرد یه رنگی رو از وسط شروع میکنه مثلا گرادیانی رو ایجاد میکنه که بر روی شیپ هامون روی زمانی که فیل داریم به وجود میاریم بیشتر کار کنیم متوجه منظور من خواهید شد اینجا خیلی مشخص نیست چون زیر رنگ مخفی شده رنگ اصلیم در اصل خب روی همون حالت سالید میذاریم که معمول باشه روی دکمه اوکی کلیک میکنم که این شرایط رو داشته باشیم بریم سمت چپ در تایملاین گزینه ترانسفورم این مورد رو باز کنم فقط اینو بهتون بگم من گزینه ترانسفورم پلی رو دارم باز میکنم ترانسفورم شیپم هم رو دارم باز میکنم دوستان عزیز گزینه ترانسفورم کل لایه شیپ اصلی رو باز نمیکنم این جداست این گزینه ترانسفورم این یه دونه شیپ هم جداست برای اینکه ما بتونیم تنظیمات خاص خودش رو به وجود بیاریم و جداگانه مثلا روش انیمیشن به وجود بیاریم هر کدوم رو جدا جدا در اختیار ما میذاره افتر افکت که بتونیم کارهای زیادی روی پروژمون انجام بدیم قسمت های مختلفی رو اینجا دارید میبینید مثلا من اینجا اپاسیتی رو دارم باز هم روتیشن رو دارم میتونم کارم رو جداگانه بچرخونم موارد مختلفی که اینجا هستن ازتون درخواست میکنم خودتون چک کنید میبینید کشیدگی میتونم به وجود بیارم در کارم با گزینه اسکیو که اینجا هستش میتونم اسکیل رو عوض کنم تغییر سایز بدم در راستای x و y اینجا هم تغییر سایز به وجود بیارم پوزیشن کارم رو میتونم عوض کنم باز هم در راستای x و y و البته بر حسب انکر پوینت جا به جایی به وجود بیارم انکر پوینتی که این وسط هستش و کارهای مختلفی میتونم در بخش ترانسفورم خود گزینه شپم، به وجود بیارم ترانسفورم اصلی هم که اینجا میبینید اگه مثلا چندین و چند شیپ داشته باشید که زیر گروه این بخش باشن اگر دقت کنید در بخش کانتنت هم الان دو تا دارم که البته یکیش حذف شد ولی خب اگه چندین شیپ داشته باشیم این ترانسفورم اصلی که روی خود شیپ اصلی هستش اینجا ترانسفورم اصلی را اگه جابجا کنیم روی همه موارد میتونیم تغییراتی رو به صورت یکسان ایجاد کنیم اما بهتون پیشنهاد میکنم اگر میخواین جدا جدا کار کنید مطمئنا باید برید سراغ کانتنت شیپتون رو انتخاب کنید بعد بازش کنید بیان سراغ ترانسفورم اون شیپ و تغییرات رو اینجا اعمال کنید خیلی به کارمون میاد به خاطر اینکه مثلا وقتی انیمیشن سازی میکنیم یه کفش درست کردیم برای کرکترمون اون کفش کرکترمون رو باید بیایم اینجا تغییرات روش اعمال کنیم اگر شیپ ها تو در تو هستن باید بیایم ترانسفورم ها اون شیپ کفش رو انتخاب کنیم و تغییرات به وجود بیاریم که فقط کفش جابجا جا بشه یا تغییر رنگ بده یا انیمیشن رو شکل بگیره اگه ترانسفورم اصلی تغییرات به ش... روش به وجود بیاریم تمام شیپ هامون از کفش و دست و پا و سر و همش تغییر میکنه پس حواستون باشه که حتما گزینه ترانسفورم اون شیپ اصلیتون که میخواین تغییر بدید رو انتخاب کرده باشه. حالا یه نکته نهایی رو هم من بهتون بگم دوستان عزیزم در آخر ویدیو در جلوی گزینه کانتنت زمانی که شیپ ترسیم میکنید یه بخش کانتنت هم هستی الان داریم درباره اون صحبت میکنیم یه دون آیکون اینجا هست به اسم اد روی آیکون جلوی اد اگر من کلیک کنم یک جایگاه جدید برای من باز میشه دوستان عزیزم که میتونم یکی از این مواردی که اینجا هستن رو انتخاب کنم یه تغییری رو به موارد دیگه ای که در این بخش دارم اضافه کنم مثلا ما اینجا فیل داریم استروک داریم ترانسفورم داریم اگر مثلا گزینه gradient فیل رو انتخاب کنم gradient فیل رو هم اضافه میکنیم به کارمون اما چرا اومدیم این پایین قرار گرفت روی شیپ قرار نگرفت gradient فیل رو اگر من بخوام روی شیپ داشته باشم باید بیام در بخش کانتنت هم روی خودم پلی که مثلا اینجا ایجاد کردم کلیک کنم پلی رو انتخاب کنم بعد ادرو انتخاب کنم مثلا گزینه ریپیتر رو اگر انتخاب کنم ببینید اینو تعدادش رو ریپیت میکنه اضافه میکنه برای من یه سری خصوصیات برای من به وجود میاره فقط در بخش پادی استار من اگر این گزینه رو بازش کنم میتونم تعداد کپی بیشتر کنم مثلا سه رو تبدیل کنم به چندین و چندتا که خودم مد نظرمه میتونم مثلا آفست رو مشخص کنم که چقدر فاصله داشته باشن ها با هم دیگه یه همچین حالتهایی کنترل زد رو اجازه بدیم من چند تا بزنم این مود از بین ببریم خب بریم سراغ یه شیپ دیگه اجازه بدید من یه شیپ دیگه هم اینجا ترسیم کنم تفاوت رو اینجوری بهتره ببینید خب ببینید من دو تا شیپ الان در تصویر دارم یه ریکتنگل دارم الان یه دونم پالیستار دو این پالیستار یک رو هم من دیلیت کنم نداشته باشیم گریدینت فیل رو هم حذفش کنم من دارم در ارتباط با این دو تا شیپ صحبت میکنم باتون با اگر بیام خود شیپ اصلیم رو که چندین چند لایه الان چندین چند کانتنت چند محتوا درش وجود داره اگر اصلی رو انتخاب کنم بیام اد رو بزنم مثلا ریپیتر رو انتخاب کنم ریپیتر رو روی همه شیپ ها داره برای من به وجود میاره ولی اگر من اینو الان حذفش کنم دیلیتش کنم بیام مثلا روی پلی یا روی مثلا ریکتنگل هم بخوام این کار رو انجام بدم اول ریکتنگل رو انتخاب میکنم در این قسمت بعد اد رو میزنم که فقط روی ریکتنگل برای من این کار رو مثلا ریپیت رو انجام بده میبینید این اتفاق افتاد در درس قبلی هم بهتون گفتم اینجا لایه ها رو که داریم بر حسب اولویت هر لایه بالاتر از لایه دیگه باشه اولویت رو روی کارهای دیگه به نمایش در میاد در ارتباط با گزینه هایی که در بخش کانتنت ترانسفورم جای دیگه هم میبینید همین شرایط وجود داره دوستان عزیز بر حسب اولویت هر کدوم اینجا روی دیگری قرار بگیرن به نمایش در میان اجازه بدید من بهتون نشون بدم مثلا الان ریپیتر رو من میتونم تغییر بدم بیام مثلا بزنم روی فیل فکر کنم راحت مشخص بشه شد الان ببینید ریپیتر رو اگر بیارم روی فیل روی رنگ اگه بیارم استروک ها رو میبینید به نمایش در مید. من میتونم اینو جابجا کنم و تغییرات رو ببینم دوستان عزیزم ببینید ریپیتر رو هر جا بذارم تغییراتش رو خ... مشاهده میکنم بر اساس اولویت تغییرات به وجود میاد حالا اگر این ریپیتر رو هم بذاریم من حذفش کنم دکمه دیلیت رو بزنم حذف میشه اگر بیام حالا حواسم نبوده اشتباها روی شپ بودم یه ریپیتر به وجود آوردم جدا از اینکه میتونم پاکش کنم اینه که ریپیتر رو جابجا کنم بیارم بندازم داخل پالی به همین راحتی رفت توی پالی قرار گرفتی که از روی این برداشته شد یعنی من از قسمت های معمول کلیم اینو جابجا کردم میتونم حتی از پالی استار اینو درگ کنم بیارم بندازم توی گزینه های ریکتنگلم. بیارم زیر فیل قرار بدم که ریکتنگل ریپیت بشه پس شما این موارد رو هم میتونید جابجا کنید با هم تمام بخش های هاتون رو هم میتونید تغییر حالت بدید خب مرسی دوستان عزیزم مرسی از همراهیتون با کانال یوتیوب پرس آکادمی و دیدن ها مرسی از لایک هاتون از کامنت هاتون باز هم ازتون درخواست میکنم برام کامنت بذارید ویدیو رو لایک کنید و باز هم ازتون درخواست میکنم اگر کانال هم سابسکرایب نکردین همراه ما باشین و سابسکرایب کنید کانال رو در ویدیوهای بعدی هم همراه شما دوستان عزیزم خواهم بود ممنونم موفق باشید